از چنگاهی حاشیه‌های درباره سحر قریشی راه می‌افتد و هر کدام به نوعی او را تخریب می‌کند. اما به نظر می‌رسد که او از این دست بازی‌ها نه تنها ناراحت نمی‌شود، بلکه با لذت به سر و صدایی که راه انداخته نگاه می‌کند و در دلش به همه ماجرا می‌خندد، چرا که خودش بهتر از همه می‌داند ذره‌ای صداقت در پس حرفش نبوده است. مدت ها پیش روزنامه نگاری در این باره گفته بود که هیچ می دونستین آدم هایی مثل سحر قریشی لذت می برن که راجب بهشون هشتگ درست بشه و به هر دلیلی خوب یا بد کانون توجه قرار بگیرن. به نظرم بهترین راه مبارزه با افکار سطحی این چنین پدیده هایی فقط و فقط بی توجهی به اونهاست. اگر به گذشته فلشبک بذاریم به موضوع حمایت او از احمدی نژاد میرسیم. او چند سال پیش زمانی که در مقابل دوربین رضا رشیدپور نشست با تمام وجود برای رئیس جمهور سابق مایه گذاشت و گفت من آقای احمدی نژاد را از نزدیک بر سر سفره افطاری دیدم. خیلی جالب است. من هیچ احساسی به سیاست ندارم. بسیار خنثی هستم چون سواد آن را ندارم و نمیفهمم. کوچکترین صحبتی درباره سیاست نمی کنم. من فکر می کردم اگر ایشان را ببینم، ایشان برای من با بقیه افرادی که سر صحنه فیلم برداری می آیند فرقی نخواهد کرد. وقتی آقای احمدی نژاد از 1.5 متر من رد شد و به همه ما خیر مقدم گفتند، ناخودآگاه و یک دفعه تحت تاثیر کاریزمای ایشان، در همین حال خنده بر لبان من آمد و با ایشان احوال پرسی کردم. در حالی که هیچ حسی نسبت به سیاست ندارم، در وجود ایشان یک کاریزمای عجیبی را حس کردم. ماجرای بعدی قضیه منقلب شدن او در استادیوم بود. او گفته بود که فوتبال را دوست دارم و فوتبال نگاه می کنم، اما علاقه من نیستم برای تماشای بازی به زمین فوتبال بروم. دوست ندارم بروم استادیوم. از اینکه کنار تعداد زیادی آقا قرار بگیرم منقلب می شوم و احساس امنیتم را از دست می دهم. کاملا موافقم که اجازه نمی دهند خانوم ها به استودیوم بروند. چند وقت پیش هم که توی دوران قرنطینه کرونا اومده بود بیرون با دوستاش قدم بزنه و به علت همرنگ بودن لباسش با پاکبان نزدیک اون شد و گفت با دوستم ست کردم و پاکبان بهش گفت برو. سحر قریشی هم در واکنش به حرف پاکبان گفت که همین مونده بود که این به من بگه برو. با پخش شدن این ویدیو هم داستان‌های زیادی واسش درست شد و مورد هجوم خیلی ها قرار گرفت. سحر قریشی متولد 6 دی ماه 1366 در شهر تهران است. در خانواده کم جمعیت بزرگ شده و تک دختر است. فقط یک برادر دارد به نام سپهر که رابطه خیلی عاطفی و خوبی با سحر دارد. پدر مادرش از هم جدا شدن و پدرش در آمریکا زندگی میکنه و مادرش هم در انگلیس زندگی میکرد که وقتی سحر از شوهر اولش جدا میشه به ایران برمیگرده و پیش سحر زندگی میکنه. همسر اول سحر قریشی مهران اخوان زاکری بوده که مشوق او در بازیگری بوده است. مهران در گفتگوی پایانی خود درباره علت جدایی از سحر قریشی گفته بوده است که سحر همیشه از من به عنوان مشوق خود یاد کرده است و در گفتگوهای مختلف گفته است که اگر همسرم راضی نباشد دیگر بازیگری نمی کنم و آن را کنار می گذارم. یعنی بازیگری اگر بخواهد به زندگی خصوصیم لطمه بزند آن را کنار خواهم گذاشت. وی در ادامه گفته بوده است که من دیگر دوست ندارم سحر بازیگری را ادامه دهد. وقتی سریال دلنوازان پخش شد سحر خیلی مشهور شد و رفتارش کم کم تغییر کرد و در حال حاضر 6 ماهی می شود که از همسرم هیچ خبری ندارم. در دادگاه از او شکایت کردم تا جلوی کارش را بگیرم، اما چون خودم اجازه کار به او دادم تقاضایم برای ممنوع کار شدنش رد شد. من از نظر شرعی راضی نیستم همسرم این کار را ادامه دهد. اخوان زاکری با اشاره به اینکه تقریبا اکثر تهیه کنندگان با شنیدن عدم رضایت من از سحر در فیلم‌هایشان استفاده نکردند
گفته بود که تهیه کننده سریال دلنوازان با من برخورد بدی کرد و از او برای سریالش استفاده کرد. سحر در گفتگوهای زیادی گفته است دیپلم دارد. شما به من بگویید دیپلم را از کدام دبیرستان گرفته است؟ تصمیم خودم را گرفتم و میخواهم از او جدا شوم و طلاقش میدهم. پروانه ها فراموش میکنند که روزی کرم بودند. سحر قریشی ادعای همسرش در مورد اینکه او دیپلم ندارد را کاملا رد کرد و در مورد ازدواج و طلاقش گفت که در 17 سالگی در سال 1384 عقد کردیم و نخستین تقاضای طلاقم قبل از شروع بازیگری و در سال 85 بود. در آن زمان مادرم در انگلیس بود و پدرم هم در آمریکا زندگی می‌کرد. بعد از بازیگر شدم و مشهور شدنم خانواده همسر سابقم تلفنم را پاسخ می‌دادند، خودشان را مدیر برنامه من معرفی می‌کردند و چند تا پیشنهاد کار را هم رد کردند که من از دخالت آنها اصلا خوشم نمی‌آمد. طلاق گرفتن چون خوشبخت نبودم. هیچ کس از خوشبختی فرار نمی‌کند و من واقعا خوشبخت نبودم. زندگی من و همسر سابقم 3 سال طول کشید. به همین دلیل همین حالا با ازدواج در سن کم خیلی مخالف هستم و به همه دوستانم توصیه می‌کنم در سن کم ازدواج نکنند. سنم که بالا رفت دیدگاهم تغییر کرد و برخلاف اینکه گفته شده من بعد از مشهور شدن جوگیر شدم، حقیقت این بود که من بزرگ شدم نه جوگیر. بعد از جدایی از همسر سابقم مادرم از انگلیس برگشت و با هم زندگی میکنیم. وقتی که سحر قریشی در مورد رابطهش با امید علومی سوال شد، گفت که من در حال حاضر در شرایطی نیستم که بخواهم به تنهایی زندگیم را ادامه دهم. از قبل امید را میشناختم و همین حالا به صورت محرم صیغه محرمیت برای آشنایی بیشتر با هم رابطه داریم که اگر انشاءالله تفاهم داشتیم در آینده ازدواج خواهیم کرد. سحر قریشی و امید علومی با هم دیگه یه چند سالی دوست بودن که مثل این که با هم به تفاهم نرسیدن و از هم دیگه جدا شدن. چند وقت بعد با انتشار ویدئویی از سحر قریشی و مهدی طارمی در کشور قطر رابطه آنها تابلو شد، ولی در اون زمان هیچ کدام گردن نگرفتن و به روی خودشون نیاوردن. 2 ماه بعد از انتشار اون ویدیو، سحر قریشی به همراه یکی از دوستان خود به نام شیما در کشور امارات بازی پرسپولیس را با حضور مهدی طارمی از نزدیک دید و توی استودیو فوتبال امارات سحر اصلا منقلب نشد. تا اینکه با انتشار عکس‌های 2 نفره آنها در آتلیه دیگه رابطه آنها کاملا علنی شده بود و دیگه جایی برای کتمان کردن وجود نداشت. بسیاری با آتلیه‌ای که طارمی و قریشی عکاسی کرده بودند شک کردند. برخی هم احتمال دادند که گوشی آنها هک شده و عکس‌ها به دست افراد فرصت طلب افتاده است. اما از قرار معلوم موضوع از جای دیگری آب می‌خورد. آنچه که برای نزدیکان سحر قریشی مسلم شده بود این بود که فرد مزنون آشنا بوده و یک زن هم بوده و از روی حسادت زنانه این کار را کرده و عکسای آنها را پخش کرده است. عکسای آنها در بهمن سال 98 انتشار پیدا کرد و همون موقع تازه ارتباط آنها با هم تمام شده بود و یکی از رسانه ها با خبری اذعان کرد که سحر قریشی با تیغیدن 50,000 دلار رابطه اش را با مهدی طارمی به هم زده است. مهدی طارمی هم بعد از انتشار عکس‌ها مصاحبه کرد و گفت که با سحر یه مدت کوتاهی دوست بوده و دیگر بین آنها هیچ ارتباطی وجود ندارد و رابطه جدید رو هم شروع کرده و پخش شدن عکس‌ها هم اصلا براش مهم نیست. حالا سحر قریشی یه مدتیه که با ایشون که دارای کلینیک کاشت مو هست و کلینیکش هم در دبی یا قطر شعبه داره دوست شده. ایشون کیه؟ پسرخاله یوسف تیموری که چند وقت قبل هم سحر یوسف تیموری با تصویربرداری تیوی پلاس برای تبلیغ کلینیک ایشون ویدئویی رو تهیه کردن و سحر هم کم نذاشت و حسابی تبلیغ کلینیک کاشت موی دوست پسرش رو کرد و گفت که حتی مادرش هم توی این کلینیک کاشت ابرو انجام داده و خیلی راضیه. به نظرتون سحر با این آقا چند وقت بعد به هم میزنه و میره سراغ یکی دیگه؟
مرسی که ویدیو من رو تا آخر تماشا کردین. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنین، ویدیو ما رو لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.